حالا که همه این تصاویرمون رو وارد ایونت کردیم میتونیم یه پروژه جدید درست بکنیم یه تایملاین جدید و خب شروع بکنیم به ادیت کردن برای این کار شما میتونید بیاید توی فایل نیو پراجکت کامند ان یا میتونید بیاید توی این پراجکت لایبرری و همون طوری که ما اینجا میتونستیم ایونتمون رو تو هارد اکسترنالمون درست بکنیم اینجا میتونیم الان پروژهمون رو هم رو توی هارد اکسترنال درست بکنیم من اینجا اگر بیام هاردم رو نشون شما بدم همونطور که میبینید یه آی مووی ایونتس اینجا هست ولی آی مووی پراجکتی الان اینجا وجود نداره اگر بخوام هارد اکسترنال رو انتخاب میکنم این علامت مثبت رو میزنم این تم مورد نظرم حالا هر کنون از این رو که دوست داشته باشم انتخاب میکنم من اینجا نو تیم رو میزنم و اینجا اسم پروژه است من میزنم پاریس هپی مثلا و این خروجی شما یعنی در واقع تایملاین شما تعیین میکنه که خروجیتون به چه شکلی خواهد بود اگر برای تلویزیون های استاندارد ایران که پال هست سیستم پخششون دارید کار میکنید 25 فریم بعد بذارید اگر برای ژاپن و آمریکا سی یا همون NTSC این نسبت طول به عرضتون هم اگر برای تصاویر در واقع خروجی مربعی میخواید کار بکنید البته مربعی که نیست مربعی تره به نسبت روی چهار به سه میذارید مثل تلویزیون های قدیمی و اگر از تلویزیون های واید و اچ استفاده میکنید تلویزیون های هستند، تری هستن این 16 به 9 که خب یه مقدار عریستر هست و به همچین شکلی تقریبا شبیه تره. من اینجا بیشتر تصاویرم اچ هست و واید و فریم ریتشون هم 25 طبیعتا واید و 25 فریم پال رو انتخاب میکنم. و اینجا میگه اتوماتیکلی اد کراس dissolve اگر خواستید هر تصویر که اضافه میکنید اتوماتیک وار خودش یه دونه دیزالو بینشون بذاره یا خودش یه ترانزیشن بینشون بذاره اینجا میتونید این عنوان رو بزنید و حالا یه دونه از این ترانزیشن ها رو انتخاب بکنید که حالا در مورد این بیشتر بعدا صحبت خواهیم کرد من کرییت رو میزنم حالا همونطور که شما دیدید دوباره برگشتیم توی این پراجکت لایبرری یعنی در واقع توی پراجکتمون و این بالا نوشته پاریس هپی من اگر بیام توی هارد اکسترنال الان اینجا یه آی Projects اضافه شد با یه پاریس هپی که دقیقا به اسم پروژم هست اینجا مگه برگردم دقیقا توی هارد اکسترنال هم این پروژه رو میتونم ببینم اما الان توی این قسمت ایونتس هم یه سری از تصاویر من هست که یه سی کوچولو این گوشش نوشته شده این به این معناست که این تصاویر سی فریم در ثانیه هستند و 25 فریم نیستن و طبیعتاً فریم ریتشون با فریم ریت پروژه من که 25 هست یه تفاوتی داره که این خب خوشبختانه خیلی مشکل ساز نیست توی آی مووی خب از اینجا بعد دیگه ما میتونیم شروع بکنیم به کار ادیتمون